خب سلام موضوع استریم امروز بافر بلوت هست میخوام در مورد بافر بلوت صحبت کنم به خاطر اینکه یه موضوع خیلی 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 چجوری بگم زیاد پیش میاد بافر بلوت ولی هیچ کس در موردش نمیدونه حتی توی توی چیزهای انگلیسی که میخونی چیزهای زبان انگلیسی میخونی خیلی کم در مورد بافر بلوت صحبت میکنن بافر بلود مشکل خیلی بزرگیه و همه جا دنیا بافر بلود داریم بافر بلود حالا چی هست بافر بلود دلیل این دلیل لگ در شبکه هست اینطوری میتونم بگم و بیشتر بهش در موردش توضیح میدم در استریم من میخوام قبل از اینکه این استریم رو در مورد بافر بلود شروع کنم صحبت کنم در این استریم میخوام این سری چیزهای پایه بهتون معرفی کنم یکیشون اینه که میخوام سه تا پروتکل که روی آی قرار میگیره بهتون معرفی کنم خب بذا اینو الان پاکش میکنم خب ما سه تا من میخوام سه تا پروتکل بهتون نشون بدم خب یکیشون اسمش ICMP است خب یکی دیگهشون TCP و یکی دیگهشون UDP خب حالا اینا برای چیزهای مختلف استفاده میشه ICMP آه, بیشتر برای اینکه یه سیگنالی از یک دستگاه دستگاه به دستگاه دیگه بفرستی که بگه که خب آه, این مشکل پیش اومده مثلا اگه یه پکت دریافت کردی که خیلی حجمش بزرگ بود یعنی بیشتر از اون حدی که میتونی قبول کنی میتونی یه پکت ICMP برگردونی به فرستنده که بگی که این پکت خیلی حجمش زیاد بود خب ICMP کلن توی کنترل پلین پروسس میشه یعنی ما توی شبکه کلا یه کانسپت داریم به اسم کنترل پلین و دیتا پلین خب کنترل پلین و دیتا پلین حالا فرق بین اینا چیه دیتا پلین خیلی سریه کنترل پلین کنده و خب پکت ها در مسیری این دیتا پلین بعضی میره به کنترل پلین دوباره برمیگرده از کنترل پلین میره به دیتا پلین خب یعنی دیتا پلین یه مسیر خیلی سریعه که این پکت ها زود رد میشن ولی کنترل پلین یه مسیری که میره به نرم یعنی به سی پی و سی این پکت ها رو بررسی میکنه و ICMP تقریبا میشه گفت همیشه میره به کنترل پلین واسه همین خیلی خیلی کنده نسبتا و خب میشه یه جور دیگه پروسسش کرد کلا و خب نمیخوام این کارو بکنم یعنی نه اینکه هنده میخوام این کارو بکنیم ولی خب این واقعیتش همین حالا بهت میگم که چرا نمیخوام این کارو بکنم TCP فرق داره TCP برای انتقال داده است میتونیم می مثلا اه، یه پیج رو باز میکنید توی مرورگرتون یه درخواست HTTP که روی TCP قرار میگیرم اینطوریه uh, HTTP که یه لایه است روی uh, TCP که بعدش یه لایه است روی IP خب که این هم همش OSI مدل و اینجور چیزاست و من نمیخوام OSI مدل رو کاملا درس بدم اینجا ولی اینا لایه هاست و خب فرق ای سی ام پی اینطوریه که خب همین آی پی رو داریم همین آی پی ولی آی سی ام پی جای این تی سی پی قرار می گیره دیگه جورایی خب یعنی آی سی ام یعنی به جای آی سی ام پی میتونی تی سی پی داشته باشی ولی نمیتونی چیز دیگه رو آی سی ام پی بذاری خب رو هم پاک میکنیم اوکی حالا بعدش UDP داریم UDP مثل همون TCP خب یه لایه IP داریم و یه لایه UDP داریم خب که بعدش رو این UDP میتونی هر چیزی بذاری هر چیزی حالا قابلیت این تا پروتکل چیه؟ گفتم این برای مسیجینگ کنترل مسیجینگ ICMP خب کنترل بعدش TCP برای اینکه میتونی کانکشن برقرار کنی و داده رو انتقال بدی دیتا ترانسفر فر خب بعدش UDP این همون TCP خب این همون TCP ولی انرلایبله یعنی unreliable خب Unreliable یعنی اینکه که وقتی که یه پکت رو میفرستید دریافتش اگه دریافت نشد هیچ آگاهی نداریم نمیدونیم اگه دریافت شده یا نه ولی خب به هر حال نمیفرستیم TCP uh, Reliable خب TCP Reliable وقتی که یه پکت رو میفرستیم و طرف دریافت نکنه خب ما میفهمیم دوباره میفرستیم این مهمه این رو یادتون باشه خب گفتیم که TCP ریلایبله UDP رلایبل نیست و نه فقط تنها اون ولی uh, TCP یه چیزی داره به اسم uh, Congestion Control خب Congestion Control یه الگوریتم که باعث میشه که همون TCP وقتی که یه پکت لاس اتفاق میفته پکت لاس ایجاد میشه این سرعت ارسال پکت هاش رو کم کنه و خب چند تا الگوریتم مختلف داریم برای این TCP که اون دیگه تنظیمات و تیونینگ سیستم عامله البته سمت اون سیستم عامل که این یعنی م... این کانکشن رو برقرار میکنه اگه یه روتر بین دو تا سیستم باشه نمیتونه الگوریتم TCP رو تغییر بده این کلا استیت که سمت کلاینت و سرور هست خب حالا یه چیز دیگه بتون توضیح بدم خب ما یه اینترنت داریم خب که یه سری شبکه هست خب میگیم این یه نتورک ایه خب Uh, network network A بعدش network B داریم و network C داریم خب خب فرض کنیم که ما میخوایم به یه جای وسط بشیم به اینجا وسط بشیم خب میذاریم دست برای دستینیشن که این توی نتورک A قرار میگیره و ما میگیم اس خب ما توی نتورک C قرار میگیریم ما میخوایم یه پکت بفرستیم برای دستینیشن خب چون ما تو C قرار میگیریم ما این پکت رو از سی میفرستیم به بی که بعدش از بی فرستاده میشه به a و خب a دست تو ایه خب و دریافت میکنه و برگشتش هم همین طوریه برمیگرده حالا تو هر کدوم از این شبکه ها که این روت میشه در حقیقت یه روتر باید باشه و این روترها باعث این لگ و لیتنسی در بازی هست حالا بیشتر بعدا براتون توضیح میدم که چرا حالا ما وقتی که میخوایم مثلا پینگ بازی رو محاسبه کنیم ما یه پکت میفرستیم خب یه پکت از ما گذاشتیم آس از ما به دستینیشن و بعدش برمیگرد خب و این بذار میتونم بهتر نشونش بدم این یکم بدجوره یه پکت ارسال میکنیم از این ور میره اینطوری و بعدش دوباره برمیگرده اینطوری و این رفت و برگشتش رو وقتی که با هم اضافه میکنی میشه RTT خب RTT میشه round trip تایم بذار این پاک میکنم round trip time خب round trip time, گفتم همون از این نقطه به این نقطه میخوام ببینیم چقدر طول میکشه که برگرد خب ولی خب این مسیر رفتش و برگشتش اینا هم نیستن یعنی یه تایم نیستن خب میشه که مثلا رفتش یک ثانیه طول بکشه ولی برگشتش نیم ثانیه طول بکشه و این رو ما نمیدونیم از یک پینگ بس همین این یکم محاسبه سختیه خب حالا در بازی بازی چی جور پکت های انتقال میده چه جور پکت های از که میشه همون بازی و سرور بازی انتقال میده. معمولا UDP خب چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که یک پکت رو میفرستیم و یه پکت دیگه میفرستیم اون پکت اول اگه نرسه، دومیه برسه، نمیخوایم دوباره پکت اول رو بفرستیم. به خاطر اینکه قدیمیه دیگه به روز نیست. خب فرض کن ما یه آدم داریم توی بازی خب که ما بعدش روی کیبوردمون خب ما یه W چه A S D داریم خب یه W A S D داریم و الان دی رو به فشار بریم خب و آدم باید بره این بر این دی رو فشار میدیم فرض کن یه پکت UDP از کلاینت میره به سرور خب یه دونه پکت ولی فرض کن که اینو یک بار زدیم بعدش دو بار زدیم خب ولی بار اولش خب میگیم که بار اول این یکه خب میگیم draw. خب ولی بار دومش میگیم که ساکسس خب وقتی که ساکسس داره یعنی که این رسید یعنی ما تکون اولمون که ما رو باید به اینجا میرسوند دریافت نشد ولی اون دومیش که رسید یعنی ما اینجا رسیدیم خب ولی فرض کنیم به جای اینکه این دراپ بشه خب بگیم دلیت یعنی این دومیه خب که ساکسش باشه قبل از اولی برسه خب یعنی سرور اگه یه صف داریم میگیم که اول دو رو دریافت کرد خب یعنی این اول رسید بعدش یک رسید خب یکم بچو بعد. نوشتم بعدش یک رسید خب این یک که رسید ما نمیخوایم که اول اینجا مثلا فرض کن اگه به جای که این دو بار رفته باشه این ور یه بار دی رو زده بعدش یه بار دابلیو رو زده خب ما میخوایم مثلا به ترتیب بیان و خب اگه به ترتیب نرن کم شاید عقب جلو بشه تو بازی به یه, چیزی هست به اسم رابر بندینگ و اینجور چیزا اگر دریافت نشد نمیخوام دوباره تکرار بشه خب و فرض کنیم که فرض کن مثلا به جای بازی یه ویدیو کال باشه خب اگر یه ویدیو کال باشه نمیخوایم که صدایی که فرض کنید یک،, یک لغات رو بیان کردی مثلا لغت یک رو بیان کردی بعدش دو رو بیان کردی ولی دو رسید لغت یک رو که بیان کردی دیر رسید خب و به جایی که بگی یک دو میگی دو یک خب نمیخوایم که اینطوری باشه چون ترتیبش که تو اون داده نیست ولی TCP ترتیب اون پکت ها رو داره خب پس نتیجتا ما نمیخوایم که تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم داده یو رو خیلی کم دراپ بکنیم یا پکت لاس داشته باشیم پکت لاس میشه همون گم شدن یا انداختن پکت های UDP. ولی برای TCP پکت لاس اگه ایجاد بشه خیلی مشکل نیست چون حل میشه خب این رو که حالا توضیح دادم بذار بافر بلوت رو توضیح بدم فرض کنیم که یه اه, روتر داریم خب چه بجور نوشتم یکم باید عادت کنم به این دستگاه یه روتر داریم خب که الان این میذاریم اینطوری یه پورت ایترنت داره اینجا و یه پورت ایترنت داره اینجا و این پورت ایترنت وصلش میکنه به یعنی یه جورای این جزء نتورک فرض کنیم نتورک A و این نتورک B و این اینطوریه و روتر کلا کارش اینه که, که اینو اینجا بذاریم اینجا روتر کلا کارش اینه که یه پکت رو وقتی که از A میاد و برای B باید بره انتقالش بده از اینجا به اینجا و از اینجا به اینجا خب وقتی که پکت ها میرسن به این پورت که روتر مثل یه سیستم کامپیوتره خب و هر پورتی یه جورایی مثل کارت شبکه میشه میشه نتورک اینترفیس یا نیک یا نتورک اینترفیس کارت به شکل کارت نیست نتورک اینترفیس وقتی که یه توی نتورک اینترفیس دریافت میشه باید بررسی کنیم و تصمیم بگیریم که روتش کنیم اما اینها تو این در این حالت باید توی صف قرار بگیرن و این صف ها باعث بافر بلوته چون این صفا رو بهش میگن بافرز خب حالا فرض کنیم که این روترمون گیگابیته خب گیگابیت میشه هزار مگابیت در ثانیه حالا هزار مگابیت در ثانیه فرض کنیم که م... خب اوکی بذاریم بتون بگم یه زمانی میگفتن که بهترین بافر یعنی بهترین اندازه یک بافر برای روتر باید 32 مگابایت باشه چرا؟ من بهتون نشون میدم به خاطر اینکه هزار مگابیت فرض کنیم هزار ام بی خب هزار مگابیت در ثانیه اگه میگفتن که 32 مگابایت با... برای اینکه بتونی حداقل 250 میلی ثانیه حجم پکت شبکه رو توش نگه داری خب و خب این اگه تقسیم بر خب 1000 مگابیت در ثانیه تقسیم بر 8 بکنیم خب این محاسبه خیلی 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 بدجور بدون ماشین حساب میتونیم بگیم که خب تقریبا 110 مگا با بی بزرگ خب در ثانیه و خب 250 میلی ثانیه اینو تقسیم بر چهار بکنیم و میشه تقریبا همون 27 خورده خب و این 27 خورده ای توی 32 مگابایت جا میشه یعنی این خب اگه 32 منهای این بکنیم نتیجهش بزرگتر از یعنی بیشتر از صفر میشه خب. حالا ولی این توی 32 مگابایت جا میشه اینا حالا پکش میکنم تا این دکمه بزنم خب حالا چرا مهمه؟ چرا بافر مهمه اصلا؟ به خاطر اینکه بافر کمک میکنه که یه حجم زیاد رو بتونی دریافت کنی و دوباره انتقال بدی و ارسال کنی از یک شبکه به شبکه دیگه برای چی مهمه چون دو تا پایه داریم تو این درس شبکه تو این قسمت شبکه خب یکی داریم اسم through خب این میشه یعنی حجم داده ای که میتونی انتقال بدیم خب مثلا سرعت نت خونتون فرض کنیم که 60 مگابیت در ثانیه است تروپوتش 60 مگابیت در ثانیه است خب یعنی تعداد دادهایی که میتونی ارسال کنی یا دانلود کنی دریافت کنی 60 مگابیت میتونه باشه خب یه چیزی دیگه هم داریم اسمش latency latency که به قول گیمر ها میشه لگ خب. ما لیتنسی و تروپوت داریم وقتی که فرض کنیم یه دانلود را میندازی روی یه, یه و سیستمتون خب یه روتر بین فرض کنیم یه دانلود از یه سایت خب یه سایت داریم و یه پی سی داریم خب وقتی که دانلود را میندازی فرض کن یه روتر این وسط قرار گرفته و در مسیر دریافت این پکت هاش اینطوریه و وقتی که دا این روتر داره دریافت میکنه فرض کن یه بافر خیلی بزرگ داره خب سیستم ما داره به این سایت میگه که بیا بیشتر به من بده بیشتر 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 به من بده چون هنوز مثل که پکت رو دراپ نکردم هنوز جا هست بیشتر برای من پکت بفرست خب و این سایت بیشتر پکت میفرسته این بستگی به الگوریتم تیسیفی داره البته. که اونم باید شاید استریم دیگه مقایسه کنم الگوریتم ها رو این وقتی که دریافت میکنیم پکت ها رو این روتر این وسط که اسمشون میذارم RT آر. خب این روتر این وسط یه صف داره و این پر میشه خب تا یه حدی فرض کن این بافرش اینجوریه و خب این کم 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 تا اینجا پر میشه خب و این اوکیه وقتی که پر پر میشه خب و این هی داره از این صف از پایینش داره هی برمیداره و ارسال میکنه این اوکیه و این باعث میشه که سرعتش بیشتر باشه به خاطر اینکه هیچ لاست اتفاق نیفتاده اینجا یعنی TCP کاملا راضیه و میتونه این حجم داده زیاد رو و پکت های زیاد رو نگه داره و ارسال کنه به ترتیب و بدون هیچ مشکل ولی این پکت ها که بیشتر میشن خب بیشتر میمونن توی این بافر هرچی بیشتر این پکت بمونه تو بافر یعنی بیشتر طول میکشه که از این جای اول یعنی از اینجا به اینجا برسه یعنی این لیتنسی میره بالا خب و با این خوب نیست خب پس برای چی این بافرها رو بیشتر کردم؟ به خاطر اینکه یه زمانی لیتنسی اونقدر مهم نبود بیشتر روپوت مهم بود بیشتر سرعت مهم بود میخواستیم که حجم زیاد داده رو انتقال بدیم از A به B حالا این داده که از A به B انتقال میدیم فرض کن که این لابلای این صرفی که ما داریم که داریم دانلود انجام میدیم داریم یه بازی هم میکنیم خب فرض کن این یه دانلود و یه چیز دیگه هم داریم که این مثلا یه گیم گیم حالا این صرف رو اگه دوباره تصور کنیم فرض کن این مال هر جا میذارم دی مال دانلوده این پکت های دی این بافر رو چون حجم زیاده داره پر میکنه و این گیم خب میمونه خب هر کجا گیمه میمونه تو صف و خب من گفتم این سقف وقتی که پر میشه پکت ها میمونن تو صف خب وقتی که میمونن تو سقف یعنی این پکت گیم به زودی دست نمیرسه به پی سی خب یعنی طول میکشه و این باعث میشه که لیتنسی بازی هم بره بالا خب چون لابلای اون حجم زیاد دانلود اون گیم هست اون پکت گیم لیتنسی گیم میره بالا حالا این یه این یه چیزی که خیلی عادیه خیلی هم میگن خب همزمان با یه گیم دانلود ران چون بده لیتنسی میره بالا لگ داری وقتی که این کار میکنی آره ولی خب تئوریش اینه که یه سعف پر میشه و چون برای سرعت اینها رو و تروپوت اینا رو اپتیمایز میکنن تیونش میکنن باعث میشه که چیزهایی که لیتنسی پایین میخواد ضرر کنن خب حالا که اینطوریه چجوری میتونیم اینو حلش کنیم چند تا راه حل داریم چند تا میتونیم QoS را بندازیم خیلی میگن که QoS بزن رو روترتون این حلش میکنه مشکل رو تا یه حدی مشکل اینجاست که فرض کن یه رو آب داری خب بذار اینو کاملا میکنم فرض کن یه رو آب داری خب یه لوله آب داری که وسطش یه یه شیر گذاشتی خب یه چیزی گذاشتی که میتونی به چرخونش... میتونی اینو به چرخونی. خب و میتونی این را آب رو باز کنیم خب و آب میاد حالا ما نمیتونیم کنترل کنیم چه حجم آب اینجا هست و فشارش چیه ما فقط میتونیم این رو بازش کنیم و بذاریم که رد بشه خب روتر هم همینطوریه روتر نمیتونه کنترل کنه که چیا رو دریافت میکنه تنها میتونه دریافت کنه و بذاره تو صف یا اصلا دراپش کنه اصلا از حافظش این رو پاک کنه نداشته باشه دیگه خب و باعث پکت لاس میشه پس چیکار میتونیم بکنیم نمیتونیم سمت در دریافت یعنی ریسیو خب دریافت این رو کنترل کنیم نمیتونیم بگیم که خب این پکت ها رو نفرست دیگه نکن 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 خب زیاد شدن باعث پینگ بالا شده خیلی بد شده اون که بافر ها پر میشه بهش میگن بافر بلوت خب و ما هم نمیتونیم یه روتر نمیتونه بگه که خب بافر ما پر نکن خب این فقط باید این بافر رو مدیریت کنه باید یه کاری بکنه که این بافر ها حجمشون حجم اون چیزهایی که تو محتوای اون بافرشون رو کم کنن یا به اون چیزهایی که باید زودتر ارسال کنن یا از یک شبکه به یه شبکه دیگه انتقال بدن اون به اونا زودتر برسن یعنی اون به اون اولویت بده حالا اصلا چه جوری میتونه این کارو بکنه نمیتونیم راه هست اگه یادتون باشه من گفتم که TCP یه الگوریتم کانجسشن داره خب و گفتیم که ریلایبل هست reliable. چون بله یه روتر میتونه یکم کم نمیدونم میتونه یکم کم پکت هایی که میدونه می، میخواد رو دراپ کنه که باعث شه که اون سمت که داره ارسال میکنه دوباره ارسال کنه خب و خب این چیکار میکنه این الگوریتم کانجسشن جام... او چی شد کانجشن کنترل رو تغییر میده یعنی اه, تأثیر گذاره رو اون الگوریتم و خب این چه شکلیه من یه نمودار رو دارم براتون اینجا یه پیپره خب اما اسمش رو میارم بالا اه, این پیپر measuring latency variation in the internet خب که یه نویسندهش همین توکی هویلاندی یورگنسن که توی چیزهای لینوکس و شبه که خیلی کارش هرفه و خوبه خب و یه نمودار داره اینجا که نشون میده که این چجوری تحصیل گذاره این، اینجا این بزرگش میکنم براتون اینجا چه اتفاقی افتاده اینجا اینجا میگه round trip time یعنی latency این و اینجا میگه duration یعنی time خب این داره latency رو نگاه میکنه و میبینه که خب این یه دانلود شروع کرده و دانلود وقتی که حجمش و سرعت اون دانلود رفته بالا این باعث شده که لیتانسی بره بالا تا یه حدی و اینجایی که یه اکس قرمز گذاشته اینجا یه پکت لاس اتفاق افتاد در اون ارتباط TCP. خب و وقتی که یه پکت لاس در تی اتفاق میافته، یه اون سرعت ارسال پکت ها رو نصف میکنه به اون میگن کانجشن ویندو اونو نصفش میکنه و یه هول لیتنسی برمیگرده میاد پایین یکم میاد بالا ولی همینطوری میمونه خب چون میدونه اون دیگه زیادی بود این دیگه زیادی بود ولی اومد پایین و لیتنسی بهتر شد خب و ما به عنوان یه روتر میتونیم خودمون تصمیم بگیریم بدون اینکه مثلا اون بافرمون پر بشه بگیم که خب نه بذار این پکت تی سی رو بندازیم وقتی که انداختیمش اون سمت کانجشن کنترل تی میگه که خب یه پکت دریافت نشد خب اوکی بذار سرعتمون رو نصف کنیم و اینطوری روتر میتونه تا یه حدی مدیریت کنه اما برای UDP نمیتونیم نمیتونه این کارو چون UDP اینجور کانجستشن کنترل نداره اگه یه پکت دریافت نکنه این دیگه متاسفانه دیگه دریافت نمیکنه و هیچ و به شدت یعنی قشنگ تا اونجا که میتونه سعی میکنه ارسال کنه خب واسه همین خیلی از دیداس ها از TCP و اینا استفاده نمیکنن دیزاسه که حجمش بالا باشه از معمولا از UDP استفاده میکنن چون الگوریتم ها معمولا مدیریت میکنن چیزها. رو خب برگردیم به این اینجا حالا راه هست راه راه حل برای این هست خب اول اینکه یه سقف داریم چرا دو تا نمیکنیم نمی سه تا صفحش نمی کنیم. خب میتونیم به جای اینکه یه دونه صف داشته باشیم اینجا خب میتونیم دو تا صف داشته باشیم یا سه تا صف داشته باشیم اشتباه شد ببخشید سمت تبلت هم اشتباه شد خب میتونیم سه تا سخت داشته باشه و وقتی که عمل DQ انجام میشه که میشه دی, دی کیو خب میره بره از یه دونه از این برداره یعنی یکی از این برداره یکی از این برداره و یکی از این برداره به فرض کنیم که این صف پر از دانلوده این صف پر از گیمه و این صف فرض کنیم پر از خب و اینطوری بهش میگن fair queuing کیوینگ خب fair کیو که معمولا این رو مخفف میشه F و مدل FQ پیپر در موردش هست و توی لینوکس هم این هست این الگوریتم به جای اینکه یه دونه صفحه شبکه داشته باشه که بی باشه یعنی First این First Out و یه دونه صفحه باشه یه اه, یه الگوریتم داره که برای هر کدوم از ارتباط هایی که ازش رد میشه فرض کنیم که برای هر کانکشن TCP و هر کانکشن UDP یه دونه صف باز میکنه یعنی فرض کنیم که شما رفتین توی یه نمیدونم دیسکورد یه چیزی باز کردین و همزمان رفتین تو بازی همزمان دارین یه ویدیو میبینید و همزمان چهار تا پیج دارین باز میکنین و همزمان دارین به پنج جای مختلف پینگ میزنید با پینگ CMD یا مال ترمینال برای هر کدوم از این کانکشن ها خب یه صف باز میکنه و این به ترتیب به ترتیب به شکل راوند رابین که یه الگوریتم هست که میره از اول از این صف میره بعد از این صف میره بعدش از, از این صف برمیداره این به ترتیب از همهشون سعی میکنه یه کم برداره خب و خب فرض کنیم که این دانلود خب یه دونه از این برداشت که این پکت حجمش خیلی زیاد بود خب ولی از این گیم چون معمولا پکت های گیم حجمشون پایینه یه دونه پکت خیلی حجم پایین در بود خب. و از این وایس یه پکت نسب یعنی میانگی خب برداشت یعنی بین این دوتا این اونقدر خوب نیست خب یعنی این کانکشن که خیلی پکت هاش ریز و ریزه خب باعث میشه که خیلی کمتر بش رسیدگی بشه این الگوریتمی که دارم میگم فرکیو میگه که خب نه سعی کنیم که از هر صف هر، از هر کیو که ما پکت برمیداریم سعی کنیم که همشون حجمشون یکی باشه كف. که فرض کنیم که این حجم این مثلا هزار, بایته. هزار بایت هزار بایت ولی این یه پکت فقط صد بایت ولی این بعدش از این صف چند تا بر داره خب که برسه به اون هزار بایتی که از اون یکی بر میداره خب و این سعی میکنه که به همشون bear باشه fair queuing ولی خب این مشکل اصلیمون رو حل نمیکنه اگر حجم بالا باشه ولی پکت ها و صف ها پر بشن خیلی پر بشن و بازم پکت ها میمونن تو صفحه خب؟ که بعدش یک کانسپت جدید میاریم تو این بحث یکیش ای که این FairQ بود یکی دیگه به اسم AQM کیو خب الان بهتون میگم AQM کیو چیه ام که میشه اکتیو Oh, شد should. Manage. Mint. Bebashi, نوشته هم خر تو خره Active Queue Management یعنی این صفحه ها رو مدیریت میکنه این به جای اینکه بگی که خب بذار همه چی تو صف بمونه این همش این صف ها رو بررسی میکنه میبینه خب چیزی زیادی از حد مونده تو این صف اگه چیزی زیادی مونده تو این صف اصلا بندازش دیگه زیادی از حد مونده به درد نمیخوره این که این خیلی خوبه AQM خیلی به درد بازی و اینجور چیزا میخوره که میگن که ام چقدر میتونه یه چیزی یه پکت بمونه تو صف؟ فرض یه, یه صف داریم و میگیم AQM رو روش فعال کردیم میگیم که خب هرچی که بیشتر از 5 میلی ثانیه مونده تو صف اصلا بندازش ارسالش نکن اصلا بندازش خب اینطوری ها خیلی کوتاه میمونن و خیلی کم پر میشن اون صف و این باعث میشه که اون بافر بلود یعنی اون بافر که همون صف میشه ایجاد نشه اتفاق نیفته که یه بافر خیلی پر بشه چون هر چیز زیادی از حد مونده تو اون بافر اصلا حذف میشه از اون بافر برای TCP این اصلا مشکلی نیست برای یو شاید مشکل باشه خب واسه همین ما میتونیم FQ رو فعال کنیم و بگیم برای هر چی که تی سی پی زیادی از حد مونده اون را کم کنیم و این باعث میشه که وقتی که یه مثلا 100 مگابیت Uh, throughput داریم نزدیک به همون صد بتونیم برسیم بدون اینکه مثلا یه دانلود که اون صد مگابیت رو تق... تقریبا همش داره استفاده میکنه باعث بشه که اون چند کیلو بایت در ثانیه که اون بازی یا یه برنامه دیگه که خیلی حجمش کمه ولی لیتنسی براش مهمه خیلی کم رو اون تاثیر گذار باشه این خیلی خوبه و خب وقتی که یکی میره تو روترش می، یه کیو اس میبینه خب و اون رو فعال میکنه اون همیشه این FQ و AQM نیست این AQM که من گفتم که خیلی مدیریت میکنه هر چیزی که بیشتر از یه حد مونده رو پاک میکنه این بهش این میگن کو دل که میشه کنترل دیلی یعنی اون دیلی که به پکت میده رو کنترلش میکنه نمیذاره بیشتر از یه حدی بره خب یه سوال داری So how does Linux do priority of queues using niceness? خب لینوکس در بستگی به این الگوریتمش داره لینوکس خیلی از این نوع الگوریتم داره این که من خیلی دوست دارم خب همین FQ رو FQ با اضافه کودل که بهش میگن FQ underscore کودل این الگوریتم میتونین همین الان ببینید اگه فعال یا نه خب oh. من الان میتونم بزنم یه ترمینال بیارم بالا و بزنم TC Q دیسک show oh. این میگه نو no کیو یعنی هیچ کیو دیسپلین فعال نیست روی سیستم خودم فرض کنیم SSH بزنم به روترم خب بزار با روت SSH بزنم با. اینجا بزنم sudo tc دیسک show او نداریم sudo با روتیم راست میگم اینجا میگه داره از پی 4 فست استفاده میشه و ام خب یعنی حتی این الگوریتمی که من دارم میگم اف کیو کد فعال نیست ولی من دارم از پی 4 فست استفاده میکنم که همون فرست این فرست اوت و ما میتونیم اینو تغییر بدیم بعضی میگفتن که خب تیونینگ لینوکس اگه میخواین شبکتون رو تیون بکنین اگه یه روتر دارین میخواین تیونش کنین و میخواین لیتنسی بیاد پایین اگه این یه دونه الگوریتم رو تغییر بدی از پی فی فو فست به اف کیو کودل یه سیت میاد پایین و سرعت نتت یک کم یه کم میره بالا و این باعث میشه که وقتی که داری یه دانلود میزنی لیتون سیت تو به هوا نره یعنی به بهش نرسه خب عشان سعی میکنه که تا اونجا که میتونه اون لیتنسی رو پایین نگه آره. و این MQ MQ میشه مالتی کیو چون کارت شبکه ها معمولا خودشون یه صف های فیزیکی دارن Physical Receive-Q که اون به CPU های سیستم وابسته است و اون اصلا یه موضوع دیگه است لینوکس کلا توی مسیر شبکه چند تا صف داره که اینم خیلی داستانه آره خلاصه که این اینم از این نتیجتا بگم که خب روتر ها سیستم ها به شبکه وصلن یه سری صعف دارن و این صعفشون اگه که بهش میگیم بافر اگه بافرشون خیلی بزرگ باشه جا زیاد توش باشه و بخوایم یه, یه حجم زیاد ازش رد بشه انتقال بده از یک شبکه دیگه شبکه دیگه این پر میشه و خیلی چیزا تو صعف میمونه و به این میگم بافر بلوت این باعث میشه که لیتانسی بره بالا اگه دوست داشتین که این رو امتحانش کنید میتونین یه سپید تست رو بندازین یا یه دانلود رو بندازین و همزمان با اون دانلود یه پینگ یه پینگ به یه جای خوب که پینگش تقریبا ثابت میمونه معمولا بدون دانلود خب شاید تو این ایران این یکم مشکل باشه ولی خب میفهمید و اگه میخوایم بدونین که کدوم روتر در اون مسیر باعث مشکل شده یه ابزاری هست به اسم MTR میتونی از MTR استفاده کنی معمولا تو مخزن بعد باشه اگه الان یه نگاهی بندازم مثلا Ubuntu repo MTR بله Ubuntu اه? internal server error نه درست شد Ubuntu مشکل داریم داریمش و این در حقیقت یه مثل تریس روت میمونه اما یه پینگ به هر مرحله به هر روتر در مسیر اون انتهای اون مسیر به اونها هم پینگ میزنه و لیتنسی رو بهت نشون میده و اگر یه دانلود را بندازی و میبینی که پینگ یک جا زیاد میشه روی یه دونه از اون روتر ها زیاد میشه میبینی که خب اون روتر تنظیماتش خوب نیست و باعث میشه که بافر بلوت ایجاد بشه خب حالا تو روتر خونتون میتونی چیکار کنی؟ چجوری میتونی این را حلش کنی؟ من گفتم میتونید FQ کیو رو فعال کنید ولی خب اکثر روترها ها نمیتونن اینو فعال کنن و FQ کیو کدل یک کم بیشتر از اون اف آی اف او فیفو سی منابع سی میخواد پس میتونید چیکار کنید میتونید روی سیستم خودتون اگه لینوکس اف کیو رو فعال کنید معمولا باید دیفالت باشه خب اگه نمیتونید اون کارو بکنید Uh, ولی یه روتر دارین که میتونین تنظیمش کنین یعنی لینوکس باشه مثلا یه پا، رزبری پای باشه میتونین تو رزبری پای کیوینگ uh, دیسپلین dis یعنی uh, نمیدونم حالا دیسپلین به فارسی چی میشه ولی خب مخففش میگیم کیو دیسک میتونین کیو دیسک رو از هرچی هست بذارینش رو اف کده کودر و الگوریتم های زیادم بیشترم داریم الگوریتم های دیگه داریم که اجازه میده که بتونی یه سری ترافیکی که میتونی یعنی قابل تشخیص هست مثلا براساس اساس آی پی و اینجور چیزا محدودشون کنی یعنی yani سرعتشون رو آره میتونی این کار رو بکنید و سعی کنید که کیو اس رو بهتر کنید و در استریم آینده دوست دارم که حالا نمیدونم اگه هفته دیگه میتونم این کار رو بکنم هر موقع که وقت کردم میخوام این رو بهتون یاد بدم بعدش خودتون اگه یه رز دی پای داشته باشین یا یه سیستم خیلی قدیمی داشته باشین و نتتون به نظرتون این مشکل بافر بلوت داره میتونید سمت خودتون یه کاری بکنید که به اون بافر بلوت و اون روتر اون تو در اون مسیر اینترنتتون نخونید یعنی خودتون سمت خودتون یکم محدود کنید و سعی کنید که اون پکت های مثلا بازی یا اون اونهایی که باید اولویت داشته باشن زودتر برسن به اون روترها و به انتها برسن خب حالا سوال یه چیزی دارین من دوست دارم که یکم کم اینتراکتیو باشه I have this Qdisk no Q dev lo root uh, fq codel FQ کودل رو روی ENP 3S0 داری که اون کارت شب... اون شبکه فیزیکی ایترنته خب و FQ کودل اوکیه برای اکثر دیسترو ها این دیفالت هست و این باعث میشه که چیزها چیزهایی که شما ارسال میکنی به ترتیب و با لیتنسی خوب ارسال بشه اینها رو فقط تنها میتونیم تو مسیر ارسال انجامش بدیم دریافت من گفتم ما نمیتونیم سمت اون, اون سمت فرستنده رو کنترل کنیم اون هر حجمی که برای ما میفرسته به ما میرسه و اگه مثل یه لوله آب بهش فکر کنیم اون لوله آب کاملا پره اصلا جا نیست برای چیز دیگه ای که رد بشه خب دیگه ای سوال چیزی اگه کسی دیگه سوالی نداره من زیادی هر زدم و امیدوارم که این ام، این روش نمودار کشیدن و نقاشی کشیدن باشه یعنی به درد بخوره اگه جواب میده و کیفیتش خوب بود دوست دارم که از الان به بعد با همین به همین روش بیشتر استریم انجام بدم رنگ خب این برنامه که من دارم استفاده میکنم کلا فکر نمی‌کنم رنگ رو بانی کنه ولی خب ببینم حالا چیکار میتونم بکنم فکر پن اون رو میتونم یه بکنم اون رو صد درصد میتونم یه کاریش بکنم خب اوکی okay. اگه سوالی دیگه ای چیزی نیست دیگه الان مرحله استریمی که من باید بگم که خب من یه کانال یوتیوب دارم اگه یه قسمت این استریم قطع شده بود براتون و نتونستین ببینید یا نمیدونم دیر رسیدیم استریم و میخواستین شروعش رو ببینید یوتیوبش هست میتونین تو اون کانال این ویدیوها رو ببینید معمولا یکی دو روز بعد از اینکه استریم تمام شد رو میتونین ببینید اونجا ببینین و دیگه یه کانال تلگرام داریم که اونجا موضوع استریم هفته دیگر رو معمولاً اعلام میکنیم و و یادآوری میکنیم معمولاً نیم ساعت قبل از اینکه استریم شروع بشه یادآوری میکنیم که استریم چه ساعتیه و یه بات تلگرام هم داریم که نظراتتون میتونید اونجا بذارین که من ببینم اگه موضوع خیلی خوبی بود شاید در موردش استریم کردم خلاصه هیچ خبری دیگه ندارم امیدوارم که شبتون خوب باشه خوش باشه و یه وقتش من برم شب همیگیتون حمد، بخیر اگه داریم میلیم بخوابید خوب بخوابید شب بخیر